با سلام مجدد، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفا کانال ما را سبسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و جالب ما را از دست ندهید. فوری، روسیه تلاش میکنیم که طالبان به یک آتش بس دائمی توافق کنند. صالح، طالبان برای انجام ترورهای شهری به هسته‌سازی غیر متمرکز متوسل شده اند. وزیر خارجه امریکا در گفتگو با عبدالله خواهان تسریع روند صلح شد. لطفاً تا پایین ویدیو با ما همراه باشید. روسیه گفته است تلاش میکنیم که طالبان با یک آتش بس دائمی توافق کنند. به گزارش از آژانس خبری سیهون، شنبه سیهود روسیه میگوید که پروسه صلح افغانستان برای آنان با اهمیت است و به همین دلیل مصروف گفتگو با کشورهای منطقه در این مورد است. وزیر خارجه روسیه در دیدار با مقامات هندی در مسکو گفته است که روسیه برای تامین یک صلح دائمی در افغانستان تمام تلاش خود را میکند. سرگی لاروف گفته است که برای پروسه صلح افغانستان رابطه مسکو و پاکستان گسترده تر شده است و هند نباید در این زمینه نگرانی داشته باشد. و افزوده است که روسیه خواستار یک افغانستان آرام در سطح منطقه است و کوشش میکند طالبان به یک آتش بس دائمی توافق کنند. پیش از این یک هیئت طالبان به رهبری عباس استاننزای به مسکو رفته و در آنجا با شماری از مقامات بلند رتبه روسی دیدار کرد. صالح، طالبان برای انجام ترورهای شهری به هسته‌سازی غیر متمرکز متوسل شده اند. معاون اول ریاست جمهوری میگوید که طالبان برای انجام ترورها در شهرهای بزرگ از جمله کابل به هسته‌سازی غیر متمرکز متوسل شده اند. با گزارش از خبرگزاری جمهور، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در گزارش 6:30 صبح امروز یکشنبه 3 اوت خود گفته که با گرفتاری هر هسته تروریستی روش هسته‌ای بعدی تغییر میکند. بیداری و کار شدید نیروهای امنیتی و دفاعی ما باعث گردیده است که دشمن متوسل به هسته سازی های غیر متمرکز بزند. آقای سال افزوده هر هسته متشکل از حداقل 3 بخش است. تسلیم دهنده مواد کسانی هستند که تعلیمات بمسازی را در پاکستان و یا از کسانی که در پاکستان درس خواندند یاد گرفتند. دوم، انتقال دهنده، کسانی هستند که مواد را از یک نقطه به نقطه دیگر شهر انتقال می دهند. سوم، کسانی هستند که بمها را جابجا می سازند. به گفته او در کمپاین ترور که پس از توافق دوحه آغاز گردید، دشمن در شهر کابل عمدتاً در 3 روش کار می گیرند. ترورهای فردی با استفاده از موتورسیکل های 2 پشته، گذاشتن ماین های 2 تا 3 کیلویی در لب سرک یا زیر پلچک ساحاتی که کندگی داشته باشد و یا در نقاطی که وسایط مجبور به کم ساختن سرعت داشته باشند. سوم هم جابجایی ماین های مغناطیسی کمتر از 1 کیلو در موتورهای شهری و یا لینی. معاون اول ریاست جمهوری تاکید کرده به خاطر اقداماتی که توسط جلسات 6:30 صورت گرفت، توان دشمن در استفاده از موتورسیکل ها تقلیل یافته است، اما این خطر هنوز رفع نگردیده است. در قسمت حفاظت شهر از ماین های کنار جاده نیز پیشرفت های قابل لمس و بزرگ صورت گرفته است. او افزوده به طور مثال تمام اعضای هسته تروریستی که در بمبگذاری علیه شهید محمد زیکوچی دست داشتند شناسایی و حداقل نصف آنها دستگیر گردیدند. این انکشافات نشان می‌دهد که تروریستان در شهرهای کلان افغانستان تجارت‌های تحت پوشش نیز دارند. به گفته او باز هم 2 مغازه مربوط به هسته تروریستی روحانی که در ترور کوچی شهید دست داشتند در شهر کابل تثبیت و مسدود گردیده است. آقای صالح از شهروندان خواسته است که به منظور جلوگیری از حوادث همکاری کنند و زیادتر از گذشته متوجه ماحول خود باشند. و خبر اخیر این که وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با عبدالله خواهان تسریع روند صلح شد. با گزارش از 8 صبح، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در یک تماس تلفنی با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی خواهان تسریع روند صلح و دستیابی به یک توافق جامع و صلح پایدار در افغانستان شده است. این تماس تلفنی شام روز شنبه 2 اوت انجام شده است. طبق اعلام سپیدار، انتونی بلینکن گفته است در حالی که ارزیابی و بازنگری وضعیت در افغانستان از سوی حکومت ایالات متحده ادامه دارد، این کشور خواهان تسریع روند صلح و دست یافتن به یک توافق جامع و صلح پایدار
در افغانستان است. سپیدار میگوید که وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با تاکید بر یافتن راه حل سیاسی برای مشکل افغانستان از افزایش خشونت ها در کشور ابراز نگرانی کرد و خواهان پایان یافتن خشونت ها شد. از جانب دیگر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است که حمایت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و تلاش های صلح مهم است. او همچنان درباره روند صلح مذاکرات دوحه و افزای داخلی و منطقه‌ای صحبت کرده است. عبدالله نیز خواهان حل مشکل افغانستان از طریق مذاکره و دستیابی به راه حل جامع و قابل قبول برای همه شده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی دستیابی به صلح پایدار و دائمی را خواست مردم افغانستان خوانده است. عبدالله همچنان حمایت بین المللی و منطقه‌ای را برای دستیافتن به صلح دائمی در افغانستان مهم خوانده و خواهان ادامه همکاری های بین المللی برای تسریع مذاکرات صلح و تامین صلح دائمی شده است. این در حالی است که دور دوم مذاکرات صلح در دوحه قرار بود در 16 جدی آغاز شود تا اکنون شروع نشده است. دولت طالبان را به بهانه تراشی متهم می کند. این در حالی است که دکتر عبدالله بار دیگر خواستار شروع مجدد مذاکرات صلح شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی بار دیگر از حیات طالبان خواست مذاکرات صلح را جدا شروع کند. به گزارش از خبرگزاری جمهور عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز یکشنبه 3 اوت در نشستی به منظور ایجاد کمیسیون انکشافی و جلب کمک های خارجی این شورا صحبت میکرد در مورد پروسه صلح گفت: ما خواستار این هستیم که مذاکرات صلح دوحه به شکل جدی شروع شود و دوام پیدا کند. آقای عبدالله تاکید کرد که برقراریاتش بس خواست مردم افغانستان است، زیرا دوام خشونت هر روز از مردم افغانستان قربانی می گیرد. او با اشاره به قیام 3 اوت مردم کابل تاکید کرد که مردم افغانستان صلح را می خواهند که خود را در آن دخیل بدانند و فقط همین طور صلح می تواند پایدار باشد و نیز برای پایداری صلح خدمات به مردم و توسعه پایدار کشور بحث اساسی است. او همچنین خطاب به کمیسیون های داخلی شورای عالی مصالحه ملی می گوید که هیچ کار موازی با کار حکومت در شورای عالی مصالحه صورت نمی گیرد. اما به گفته او کمیسیون های شورای عالی مصالحه ملی کارهای مربوط به صلح را هماهنگی می کند و در جریان گفتگاه ها تسهیلات ایجاد گردد. گفتنی است که پس از آغاز دور دوم مذاکرات صلح میان حیات دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در قطر، حیات طالبان به سفرهای خارجی مصروفند و روی میز مذاکرات حاضر نمی شوند. از سوی دیگر دولت آمریکا نیز اعلام کرده که به دلیل عدم تعهدات طالبان در توافقنامه صلح دوحه این توافقنامه را بازنگری می کند. دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لطفا برای ویدیوهای بیشتر و مطالب دیگر چینل ما را سبسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید. همچنین برای بهبود برنامه های بعدی ما نظریاتتان را با ما شریک سازید. تا ویدیو و مطالب بعدی، بدرود.